بریم سراغ حل سوالات ریاضی پایه سال اول من ضابطه ی فو دازه از من اف دو تقسیم برای فشار رو پرس میخوام اف دو رو حساب کنم به جای ایکس میذارم دو دقت کن دو دو درجه نیست دو خالی میگه یعنی دو رادیان خب من برم دو بذارم میشه 6 بر روی آقا سینوس دو دو رادیان هر رادیان 57 درجه است دو تا 57 تا میفته رو به دوم جایی که سینوس مثبت یه عدد خورده یه مثبت میشه برای که تای صفر صفر منهای دو میشه منفی دو پس آقا اف 2 من اینجا صورت کسر من چی میشه آقا میشه 6 تقسیم بر منفی دو منفی سه این از این برم اف 4 رو حساب کنم دیگه آقا اف 4 تو صورت هم میدونه 6 دارم اینا هاش سینوس 4 رادیان 4 تا 57 اصلا او 4 تا 60 حدود هم میشه 240 تا رو به سوم جایی که سینوس باز منفیه منفیه یه عدد خورده ای میشه برای کتش منفیه یکه منفیه یکه منهایی دو میشه منفیه سه و اف تو مخرج خواسته یه تو میشه چی؟ منفیه دو و حاصلت میشه مثبت سه دو بعدی به من گفته چی؟ اگر x از منفی پی چارم تا پی باشه کسینوس x کجا میفته بعدش به مدده ایمو تعیین کن گفت یا بگی کسینوس x تستش از کسینوس منفی پی چارم تا کسینوس پی نگاه کن منفی پی چارم اینجا کوسینوس میشه چی منفی رادیکال دو دوم تو قراره بیای به پی هم برسی خب از اینجا میای 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 نگاه کن کوسینوس ماکسیمم مقدار خودش یک میتونه بشه تا اینجا که بشه منفی یک بس کوسینوس هم میتونه از منفی یک تا یک باشه یعنی این یک بر روی یک منهای ام میتونه از منفی یک تا یک باشه خب شد یه نامعادله جوابم که زحمت کشیده به صورت بازه از اعداد توی ها هست میام عدد چک میکنم من میام صفر میذارم آقا اگه صفر بذارم نگاه کن یک منفی یک 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 بله مساوی یک هست اینجا مساوی داره پس صفر میتونه عضو جواب باشه و این صفر رو نداره من حذفش میکنم یه عدد دیگه میذارم دو میذارم آقا اگه دو بذاری این وسطه میشه منفی یک اینجا که مساوی منفی یک داری پس دو به درد نخوره نداره هست داره دستش درد نکنه نداره هست جواب میشه گزینه سوم تست بعدی بهم چی گفته گفته مجموعه بیشترین و کمترین مقدار این تابه کدام است یک کسر صورت عدد ثابت 4 مخرج یه چیزی هست خب این کسره رو تو میخوای بیای مینیمم کنی کوچیکترین مقدار خودش کنی بعد به مخرجش رو گنده گنده کنی دیگه که حاصلت کوچیکتر بشه تو سر رو که هیچ کار نمیتونی بکنی اما این سینوسر رو میتونی پر پر کنی پر پرش هم اینه که یک بشه خب آقا کاری کنی یک بشه وقتی یک بشه یک به سه میشه چهار و حاصل تو میشه چهار چهارم مینیمم تو میشه یک ماکسیموم میخوایی بکنی یه حرکتی بزن که مخرجت کوچولو بشه وقتی کوچولو بشه حاصل کسرت گنده میشه دیگه دیگه قطر مطلق یه چیزی رو که من کوچکتر از صفر نمیتونم بکنم کوچکتر این مقدار خودش میکنم بشه صفر و این میشه 4 و ماکسیموم تابعی منم هستش 4 سوم جمع این دوتا تا رو خواسته یک به علاوه 4 میشود 7 سوم گزینه دو تست بعدی به من چی گفته گفته که اگه الفا به علاوه صفر حاصل این کدام است میگه گفته الفا بتا چیه نه چه بهتر هر چی دلم بخواد به جای الفا بتا میذارم من الفا رو میذارم 60 بتا رو میذارم منفی 60 برو بذار یک منفی یک دو منفی دو سی منفی سی چیزی بذار که البته آسون بشه خب میخوای سینوس سی پی دوم به علاوه الفا رو حساب کنی سی پی دوم به علاوه 60 ببین سی پی دوم اینجا به علاوه 60 میاد اینجا منفی سی درجه میشه دیگه سینوس منفی سی درجه میشه منفی یه دوم ضرب در کسینوس پی دوم به علاوه بتا میشه 90 منهای 60 کسینوس سی که این هستش رادیکال سه دوم برم سراغ این یکی کسینوس پی به علاوه بتا آقا پی منهای 60 میشه کسینوس 120 درجه کسینوس 120 درجه هم هستش منفی یه دوم ضربه درک اینه که با هم ساده شد هیچ. سه پیه. دو تا پیش رو میتونم بریزم بیرون میشه پی منهای آلفا میشه سینوس 120 سینوس 120 هستش چی آقا رادیکال سه دوم اینا با هم ساده میشه جوابت میشه یک خب بریم سراغ سال بعدی سال بعدی من چی گفته گفته اگه سینوس آلفا بشه چهل شلو خیلی نزدیک به یک و انساهای زاویه آلفا در نهایی دوم باشد خب من میدونم آلفا حدودا 90 درجه بود حالا یه کوچولو بیشتر از 90 گفته رو به دوم تا اینجا من منهای 90 90 یه کوچولو بیشتر به هر رو به چهارم جایی که منفی یعنی یا جواب گزینه سوم یا گزینه ریس رو اما بریم با هم حساب کنیم سینوس شده چهل شلو یکو من میدونم سینوس هستش نسبت زل مقابل به وطن میتونم اینو با فیساغورس به دست بیارم میگم این به توان دو میشه هزار و هشتاد چجوری حساب کردم نگاه کن چهار به توان دوش میشه شونزده یک به توان دوش میشه یک هرچی ببینم تو هم ضرب میکنم به توان دو بود دیگه اینا رو تو هم ضرب کنم میشه هشت پس میشه و هشتاد یک به توان دو که میشه هشتاد یک میشه نو پس کسینوست هم تو میتونی بیای اینجا تعین کنی چیه کسینوس تو بگی هستش مجاور به بطن نه چلو یکم روبه دوم بوده هواست باشه میشه منفیه نه چلو یکم این از این چی از من خواسته تانجانت پی چارم منهای آلفا رو خواسته خب من پس میگم بوده سینوس پی چارم منهای آلفا بر روی کسینوس پی چارم منهای آلفا و بست اینو قطعا تو، بلدی میدونی هستش آقا مثلا سینوس آلفا به علاوه بزا بتا هستش سینوس آلفا کسینوس بتا به علاوه سینوس بتا کسینوس آلفا خب بریم اینجا آقا این رو بستش بریم ببین تو در کل اولی یه دونه سینوس مثلا 45 درجه داره پیچارم داره در کسینوس آلفا منهای کسینوس 45 درجه سینوس آلفا به هر حال سینوس 45 با کسینوس 45 برابره میتونی فاکسور بگیری از رادیکال دو دوم و من فاکسور میگیرم از یه چی برات باقی میمونه یه دونه کسینوس آلفا باقی میمونه از دوم دو یه سینوس آلفا برات باقی میمونه برم بعدی کسینوس آلفا به علاوه بتا که میشه کسینوس آلفا کسینوس بتا منهای سینوس آلفا سینوس بتا حالا اینجا منهای پس وسط به علاوه میفته از این رادیکال دو دوم و من فاکتور میگیرم چون به هر حال سینوس 45 درجه دارم و کسینوس 45 درجه نو رادیکال دو دوم فاکتور میگیرم خب آقا بوده کسینوس 45 در کسینوس الفا از کسینوس 45 فاکتور گرفتم پس کسینوس الفا میمونه اینجا منفی بود پس اینجا به علاوه میذارم و سینوس 45 فاکسور فاکتور گرفتم در سینوس الفا خب اینم از این از کلا رادیکال دو دوم هم با هم ساده میشه چی میمونه برات کسینوس الفا منهای سینوس الفا کسینوس الفا بر روی سینوس الفا من سینوس الفا رو داشتم چند چهل چلو یکم و کسینوس آلفان به دست منفی نو چلو یکم کافیه بیام این رو جای گذاری کنم مخرج مشترک همش چلو یکه که با هم ساده میشه به جای کسینوس هاش من میذارم منفی نو به جای سینوس هاش من میذارم چل. خب برم اینو من بذارم منفی نو منهای چهل صورت هم میشه منفی چلو نو میتونی همینجا اینو بزنی اما بریم مخرج هم با کنیم کسینوس تو قرار شد بذاری منفی 9 و سینوس تو قرار شد بذاری میشه منفی <applause> ببخشید بچه منفی 9 مثبت 40 میشه 31 میشه منفی 49 31 همون چیزی که ما به دست آورده بودیم این از حل سوالات حسابان یک بریم سراغ ریاضی یک گفتن اگه مساحت این دوتا مسلسه برابر باشه طول زل آسه کدام است من میگم دو ستا برابر با چهار زب در ایکس دو ستا میشه شیش مساوی است با چهار ایکس ایکس هم دست میدیه کنیم چرا همچین کاری کردم قانون سینوس ها به من میگه که تو میخوای مساحت این مثلث رو حساب کنیم میشه یک دومه ضرب دو در سینوس زاویه بینشون زاویه بینشون آلفا باشه این آلفا نمیشه متقابل به رسه قرار شد مساوی بشه با مساحت این دیگه یک دومه. چهار در در سینوس آلفا اینا با هم ساده میشه یه دو هم با, با هم ساده میشه دقیقا همون چیزی میشه که به تو گفتم دو ست ساعه باید برابر باشه با چهار ایکس ایکس به دست میاد یک و نیم آقا سال بعدی به من گفته چهار تا سینوس ایکس نه سینوس ایکس به علاوه یک شده منفی یک این شاره رو من میارم این طرف میگم حاصل ضرب این باید بشه منفی یه شارم همون تیپای تابلوه دیگه اصلا میتونیم حدس بزنیم سینوس x بوده سینوس ایکس بوده منفی یه دوم بعد این تو نگاه کن بوده منفی یه دوم یک مثبت یه دوم ضربشون شده منفی یه پس سینوس ایکس من بوده منفی یه دوم قابل حدس نمیخواد بری حل کنی و گفته در x در نایه چهارم نباشد سینوس منفیه کجا دیگه منفیه نایه سوم پس آقا x هم تو نایه سوم من با سی درجه نایه سوم مثلا دارم سر و کله منظورم من از سی درجه نایه سوم چیه 180 به علاوه سی خب سینوس ها رو که داشتم آقا میشه منفی یه دوم کسینوس سی درجه تو نایه سوم به علاوه رادیکال ستسا منفی رادیکال سه دوم دو دیگه آقا این رادیکال سه تو رادیکال سه ضرب میشه میشه سه و بوده منفی سه دوم دو این رو با هم جمع بزنم میشه منفی دو صورت من میشه چی؟ منفی دو برم سراغ مخرجم یه رادیکال سه دارم و رو سوم تانژانت کتانژانت مثبت دیگه آقا سی درجه توی رو سوم میشه رادیکال سه سوم و کتانژانتش هم که از رادیکال سه اگر رادیکال سه رو بیام توش ضرب کنم میشه سه سوم اینا میشه سه یعنی یکی به علاوه سه میشه چهار و در کل بوده منفی دو بر روی چهار منفی یک دوم که توی گزینه هم داریم یعنی جواب گزینه سومه بریم سال بعدی گفته اگه این شرایط باشه x در کدام ناحیه مثلثه این آسون سر من اول میام با این سر و میزنم ببین این مثبته این یه تیکش هم مثبته پس تو تعیین تا علامتش تأثیری نداره من میتونم بیام بگم آقا کسینوس x به علاوه کسینوس به توان سه x بعد چی باشه مثبت باشه توان سم که علامت رو عوض نمیکنه پس لابو تک تک اینا مثبت بوده که جمعشون هم شده مثبت دیگه یعنی کسینوس من مثبته کسینوس کجا مثبت سمت راست دایره مثلثاتی یعنی یا ناحیه اول بوده یا ناحیه چهارم بوده من بودم بین گزینه اول و چهارم یه زاویه چک میکنم دیگه مثلا 45 درجه 45 اینجا بذارم دو تا سینوس 45 درجه دو تا رادیکال دو دوم بچه‌ها رادیکال دو دوم میشه هفت هم دو تا هفت نهم میشه یک و چهار دام به علاوه یه سینوس چهل و پنج در کوسینوس چهل و پنج دو تا رادیکال دو دوم تو هم ضرب میشه دو چهارم یه دوم نیم این طرفت میشه یک و نه هم گفته بزرگتر از دو تا تانجانت تا چهل و پنج آقا هم. یعنی دو تازه داره به علاوه یه سینوس چهل و پنج هم میشه میشه دو خورده دو هفت دام آقا یک و نه دام بزرگتر از دو خورده یه نه پس دنیا یه اول هم. نیست این غلط بریم بعدی گفته در دایره مثلثاتی زیر او آ در سینوس تتا کدا هست ببین <تص> من حتی بودم اینجا میگفتم مماسه نمیگفتم عموده که خب خودت بفهمی عموده حالا که عموده این تتاه پس اینم تتاه خب این مسلس اوابه قائم و زاویه است سینوس تتا رو نگاه کن میشه مقابل به وطر یعنی او به, به او آ. این شد سینوس تتا داره ضرب در او میشه دیگه اینا با هم ساده میشه و حاصلت کلا میشه او به چون گفته دایره مثلثاتی یعنی شعاع که این او به میگه نیست خب او به دیگه پس اول بودش که من خط کشته بودم روش بعدی گفتن اگر خط فلان با جهت مثبت محور ایگ با جهت مثبت محور ایکس ها زاویه تتا بسازد حاصل فلان کدام است من میدونم آقا اون زاویه‌ای که با جهت مثبت محور ایکس ساخته میشه همون شیب خط است خب این شیب خط رو من به دست میارم میگم 15 ایکس به علاوه یک مساوی هستش با 8 ایگ رگ ما رو تقسیم بر 8 میکنم پس شیب من از 15 هشتم تانژانت من هستش 15 هشتمی مثلث قائم مزاویه میکشم میگم مقابل به مجاورش 15 هشتمه و فسرت به دست میاد چه آقا 17 چرا به دست میاد 17 ما عدد معروف فیثاغورسی داریم 8 15 17 این یکی که باید حفظ بشه و بعدیش چی آقا 3 4 5 تابلو دیگه حتی دو برابرای این 6 8 حتی سه برابرای این کلا سه کا 4 کا 5 کا و 5 12 13 از اعداد معروف یه که باید بلد باشی خیلی بهت کمک میکنه خب اه... تانجانته شده بود 15 8 بس آقا اینجا تمیز بنویسم تانجانت تتا 15 8 سینوس تتا با توجه میتونی تعیین کنی دیگه آقا مقابل به وتر پس سینوس هم میشه ارزم به حضورت 15 17 خب چی هم من خواسته 8 تا تانجانت تتا 8 تو این ضرب میشه 15 به علاوه 17 تا سینوس تا, تا 17 رو تو این ضرب کن باز میشه 15 اینا رو جمع بزن میشه سی این هم از آزمون رشته ریاضی امروز که خیلی از سوالاش با آزمون تجربی مشترک بود حتی سا اون سوال غلطش یعنی سوال نهم آزمون شما